ترانه های پاپ ما رو گوش بدین همه رو همه یه ژانر موسیقی از یه ژانر شعر و از این ژانر ترانه و موسیقی استفاده میکنن که اصلا هم قابل بررسی قابل اعتنا نیست اصلا یعنی شما یکیش هم به خاطر نمیمونه میاد و گذرا میره ولی شما قبل از انقلاب آهنگای پاپ هنوز که هنوز گوش میدن مردم لذت میبرن خواننده هم دارن میخونن حالا خارج از ایران هستن مردم ما گوش موسیقیشون رو از دست دادن ببینید تنوع در شنیداری بسیار موثره تفنن هم با اینکه خیلی باش مخالفند بسیار موثره شما وقتی همه چی رو بگیری و یه سری موسیقی که اصلاً از نظر تون از نظر ریتم از هیچ نظری قابل اعتماد نیست بهشون بدی عادت میکنن به بد شنیدن موسیقی بد شنیدن موسیقی و موسیقی بد شنیدن دو تا عامل بزرگ که این دو تا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره جوانایی که میرن الان تو این سالونای موسیقی پاپ میشینن اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن برای این چیزا پول نمیدن واسه نمایشی که سی روز بره رو پرده مردم برن پول خرج کنن براش چیزی که ارزش موسیقایی ارزش هنری نداره فقط برای پوله فقط واسه که جیب مردم خالی کنن این نوع موسیقی داره الان پرورش پیدا میکنه چجوری میشه پس گوش مردم خوب بشه ممکن نیست چنین چیزی مردم تا موسیقی خوب نشنوند تا موسیقی ارکسترالی که روش فکر شده باشه شما به خواننده ها الان هر کدومشون رو دعوت کنی بگی آقا این کار رو بخون پول بهش بدی میخونه اصلا براش مهم نیست که چه کاریه میخونتش چون پوله رو میخواد بگیره در حالی که خواننده باید کار رو مثل درست مثل هنرپیشه میمونه که شما بهش میگی فیلم بازی کن بگو ببینم فیلم ها آخه